نشون کنم. چشم ازش بر نمیداری یا حواسش آره میگه یم با اینکه کفش استاتاش هم میکس بود دو سه بار سر خوردم چون خیلی زمین سنگینه بارندگی شدیدی بوده این دو سه روز اخیر خیلی زمین سنگینه تیم قوی دارن برای ما علامت سواله که این فصل چرا فعلا به اون جایی که باید برسن نرسیدن حمله شون که شماره 93 آقای گل بلژیک بود 2 میلیون یورو خریده شد و واقعا بازیکنای خوبی دارن این فصل اما فعلا خیلی بدشانسی داشتن حالا با امید خدا اینا برطرف بشه و به اون پله‌ای که باید برسن برسن بازی اول هافبک بود که بعد یه مسئولیت کوچولو داشت یه دو سه هفته نتونست بازی کنه و بعد اون یکم عوض مربی و اینا یکم سختی کشید اما الان خدا رو شکر دوباره با آمادگی بدنیش رسیده و داریم بهترین رو برای استند بر نظر میده اونا باید مشکلی من حالا تیم خونگی هست ما توی استادیوم موسکرون هستیم یه استادیوم قدیمیه کوچیکه که برشی که استادیوم های بهتر هم داره کردیم الان بریم جایی دیگه خوبه بهتر پارک کنیم بذار بریم جایی دیگه من یه سوال کنم اینجا دریای استنده فکر کنم دریای شماله این شمال با اون شمال خیلی فرق میکنه یادت بچه محله یاد خانواده یادت خیلی چیزا میندازه مثلا یاد ایران میندازه دیگه دلم تنگ میشه میام اینجا یه قدمی میزنم یه چایی میخورم یه صحبتی میکنم با کسایی که اینجا هوادار استندن بعدش هم میرم یه غذایی میخورم اون سمت خیابون قراره با هم دیگه بریم بعدش هم میرم خونه و وقتی که دلم میگیره میام اینجا بعد بیشتر وقتا برای تمرین میام اینجا خیلی از کارهایی که با توپ میکنم حالات بدنسازی و اینا میام اینجا کار میکنم تنها روزی که یا مثلا دو روزی که در هفته مثلا تمرین شخصی نمیکنم موقعی که دو روز قبل بازیه وگرنه تمام روزا بر روز صبح بعد از صبح که با تمرین با تیم میریم از ساعت 8 صبح ما میریم تا ساعت 2 بعد از ظهر که میایم خونه صبحونه نهار رو باشگاه میخوریم بعدش هم دیگه میرم خونه استراحت میکنم بعد از اون میرم تمرین بعضی موقع میرم تمرین هوازی میکنم که اینجا میدوام شامل دویدن من میشه با تمرین و وزنه که سالو بدنسازی هم خیلی نزدیکه اینجا خلا خیلی چیزا نزدیک منه من خونم تو شهره یعنی تو مرکز شهره واسه همین یه ذره راحت ترم اینجوری یعنی من اومدم اینجا به این هدف که برم لیگای بهتر یعنی برم تیمای بهتر چون برای استارت باید یه تیمای ضعیف تر یه تیمایی که بتونی بازی کنی ولی خب
امیدوارم اول شرایط خودم اینجا با خوب بشه، همه چی خوب بشه. من مطمئنم که خوب میشه، خاطر اینکه خودم خوب میشناسم. بچه همین دریا هم، بچه روستایی به نام سناسکنده توی مازندران تو شهر ساری، بعدش از اونجا بزرگ شدم، اونجا زندگی کردم، تمام تمرینات، تمام سختی‌ها کشیدم، همیشه جلوی چشم میاد که دریا رو میبینم، چون کلی دوران زندگیمو کلی تو دریا گذروندم، تو جنگلای شمال به خاطر دویدن و تمرین کردن زیاد گذروندم. ولی خب اینا همه شامل این شد که بتونم بذار موفق‌تر بشم فوتبالم، چون چیزی که میخوام. سلامت تو هر کاری باشی، تو هر سنی باشی، میتونی موفق بشی نظر من. و این شامل بعضی وقتا شانس هم هست، خیلی کمکت میکنه. بعضی وقتا باید خوش شانس باشی. یه خورده خب به شانس نیاز داری بعضی وقتا خود تو زندگی. ولی امیدوارم که همیشه همه چیز همراه خوبی باشه برای من. من کلا دریا میترسم، کلا از آب میترسم، و اینکه از دیدنش لذت میبرم، فقط از شنا کردن و از این دو چیزا تو دریا لذت نمیبرم. چه بخوام، یه حس خوبی داره دریا، دیدنش یه حس خوبی به آدم میده، فکر آدمو کار میندازه به نظر من تو هر زمینه ای. پدر من دونده بود، دو میدانی کار بود، منتخب استان مازندران فوتبال بازی میکرد، و از اون موقع پدر من به من آموخت که باید سختی بکشم. یعنی به من درس سختی رو به من اون موقع داد که منو میبرد جنگل، یادم نمیره من میدویدم پشت سرش، مثلا بابام 500 متر 600 متر حالا تا 1 کیلومتر جلوی من میدوید، من پشت سرش گریه میکردم میدویدم. واقعیت داره این، از ترس حیوانات و حیوانات دوست داشتنی جنگل‌های مازندران زره میترسیدیم راست چه بخوای، ما برای همین میدویدم میرسیدم بهش. و من بعد یعنی دورانی بود که من فکر کنم 8 سالم بود، و من اون دوران بعد 8 سال دوران 12 سالگی رسیدم، 11 سالگی بود. من 1 کیلومتر پدرم جلوتر از من وای میسته برای دویدن، و من میدویدم پشت سرش، و 3 کیلومتری که میدویدم من 1 کیلومتر از ایشون جا میذاشتم. یعنی موقعی بود که بچگی نمیتونستم بهش برسم حتی، و موقعی که ایشون جا میذاشتم و این دوران رو دیدم من به چشم خودم، و این دوران میشه دوران موفقیت. و برای همین فکر نکنن، از جوانام خواهش میکنم اگه فکر میکنن که راحت رسیدم به چیزی، سخت تر اشتباهم، باید سختی بکشن. Yes, go! موقعی که می‌خواستم اینجا پیشنهاد از قطر، یه پیشنهاد خیلی خوب از چین، از نظر مالی، از نظر شرایط داشتم، ولی خب من اومدم فوتبال اروپا رو تجربه کنم، اومدم شد موفق نشم تو فوتبال اروپا، ولی منم ریسک، آدم انسان باید ریسک پذیر باشه، منم ریسک کنم. ریسکم یا میگیره یا نمیگیره، چون خودم میشناسم فکر می‌کنم ریسکم بگیره. اگه هم نگرفت میگم والا مهدی طارمی میگم حتما خیلی توش بوده. ولی مهدی رفیق هم پسر خیلی خوبیه، هم خودم خیلی دوستش دارم به خاطر اینکه پسر خوشقلبیه، و تنها کسی بود که باهاش خیلی در ارتباط بودم تو پرسپولیس مهدی بود، و رفاقت من مهدی هم فقط فوتبالی بود. یعنی بیشتر با بچهای دیگه که مثلا صحبت می‌کردم بیشتر با مهدی بودم به خاطر اینکه رفاقتم بیشتر فوتبالی بود. یه نشست از اون موقع تا الان شاید یه نشست تو خونه داشتیم اونم یه صحبتای فوتبالی کردیم با هم دیگه بدون مسائل حاشیه‌ای بود. با مهدی هم مثلا با اینکه رفیق خیلی با هم دیگه مثلا رفیق بودیم، خیلی جا با هم دیگه می‌رفتیم، شاید تو دورانی که پرسپولیس با هم دیگه بودیم شاید دو بار تو خونه هم دیگه رفتیم، شاید بیشتر از این نبود. و اینکه همیشه هم اینجوری زندگی کردم، یعنی سعی کردم زندگیمو واسه خودم باشه، سعی نکنم غیر اینکه با خانواده تقسیمش میکنم با کسی دیگه در ارتباط نیستم، کلا هم دوستای کمی دارم من، و اینکه
کلا این سبک زندگی رو دوست دارم خودم و ترجیح میدم اینجوری زندگی کنم که بخوام موفق بشم. کل دنیا اینجوری بازیکن میره، من الان تو اروپا دارم مثلا تمرین میکنم، بازیکن اروپایی دارم میبینم میان تمرین میکنن، خیلی سفت سنگین تمرین میکنن، نه با کسی شوخی میکنن، جدی کار میکنن، میرن خونه. ما دیگه نمیبینیمشون، تو فردا سر تمرین دوباره جدی کار میکنن، تمرین میکنن، دوباره برمیگردن میرن خونه. زندگیشون این سبکه. حالا ایران نمیدونم چه سبکیه، سبکش حالا به شب نشینی میخواد باشه، به بچه‌ها دور هم دیگه بشینن یه کارهایی بکنن دوست. حالا هر کسی زندگی خودشو داره و قابل احترامه و من هیچ موقع نمیتونم کسی رو نه قضاوت کنم از زندگی کسی دخالت کنم. من میبینی کمترین مصاحبه رو میکنم، کمترین مسائل حاشیه‌ای رو داشتم از نظر حاشیه بیرون فوتبال، حاشیه مثلا شما حاشیه دیگه قبول کنین، من تو فوتبالم آبه من تا الان یه کارت قرمز من نگرفتم. حالا اینو گفتیم شاید هفته بعد همین تو اروپا بگیریم. چرا بعضی وقتا خرافاتی میشم؟ بعضی وقتا خرافاتی مثلا یه کاری میکنم گل میزنم، مثلا میام چیکار کردم مثلا گل زدم، یا یه بازی که خوب بازی میکنم میام چیکار کردم، چه کفشی رو پوشیدم، مثلا تاثیر داره. اینا روی روانیه. آره من این صورتی ها خوشیم بوده دیگه، تا وقتی که این یه دونه پاس عقب دادم تو اروپا این گل شده دیگه قراره که چنج کنم کفشو دیگه. ولی نه تا این حد نیست، تو اون کفش صورتی یه کفشیه که خیلی راحتم توش و اینکه چون احساس خیلی راحتی میکنم برای همین اون کفشو ترجیح میدم به کفشای دیگه. خب رنگش هم میذاره زیاد مردونه نیست ازشون، ولی خب میپوشم دیگه. میگم آدم باید جوری زندگی کنه که راحت باشه. فکر میکنی که اگه برمیگشتی پرسپولیس کاری بود که نباید انجام میدادی یا باید انجام میدادی؟ این خیلی مهمه. من اصلا پشیمون نیستم از اشتباهی که کردم. شاید اون اشتباه به خاطر تحت فشارهایی که بودم از نظر روانی، از نظر تمرینی، از نظر خیلی چیزا بوده. یه لحظه انسان یه واکنش نشون میده و من فقط همه جا گفتم، بازم میگم، با افتخار میگم، فقط برگشتم به خاطر دل اون هواداری بود که شکستم. نه به مالی ترجیح دادم، مسائل مالی از مدیریت وقت اونجا آقای طاهری بود، میتونید سوال کنید. من اصلا مسائل مالی اصلا فکرشو نمیکردم و فقط اومده بودم اون یه گذشته بدی که داشتم و اون دل اون هواداری که انقدر منو دوست داشتم، من فکر نمیکردم انقدر منو دوست داشته باشم. موقعی که رفتم ترکیه وقتی اون ناسزایی رو شنیدم، اون دوست داشتنشون بود که انتظار از رامین رضاییان نداشتم. موقعی که برگشتم من آقای برانکو ترجیح دادن که 8 بازی من رو نیمکت بشینم. من بازیکن فیکس تیم ملی بودم و اون دوران من رو نیمکت میشستم بدون هیچ واکنشی، هیچ واکنشی ندادم، بیشترین تمرین رو میکردم. بعدش مربوط شد به بازی کردنم حالت 5 دقیقه 10 دقیقه که اونم مدیون هوادارم که اونا باعث شدن نظر آقای برانکو عوض کنم من بازی کنم. من چون یه سالی خاطره خیلی خوبی داشتم با پرسپولیس سال گذشتهش که خیلی هم کادر برام زحمت کشید، که خیلی اتفاقات خوبی برای من افتاد فوتبالی، اومدم شدم بازیکن فیکس تیم ملی و خیلی اتفاقات خوبی، پرسپولیس نایب قهرمان شد، کلی اش ریختیم و کلی با هوادارامون خندیدیم، کلی گریه کردیم و این اتفاقا برای من خیلی قشنگ بود و این اتفاقا برای من موندگاره. اینا همیشه گذشته، آدم بعد گذشته خوبی داشته باشه. به نظر من شما نمیتونی بگید یه روزی هممون تو یه مدجا میخوابیم، هممون هر کاری کنیم، نه اینجوری نیست. هممون درس باید پس بدیم، هممون باید گذشتمون سعی کنیم گذشته خوبی داشته باشیم. من اعتقاد برای این دارم دل کسی رو بشکنید دلتو میشکنن. یه کار خلافیه، کوچکترین کار عیبی انجام بدیم، مطمئن باش دیر یا زود اتفاق خیلی بدی واسات میفته. و اگر به این باور برسی شما مطمئن باشی هیچ وقت تو زندگی اشتباه نمی کنی. شاید اشتباهی سهوی بکنی، لحظه ای مثلا پیش بده اشتباه بکنی، نه اشتباهی که بدونی و انجام بدی. این خیلی مهمه، دو تا فرق به نظر من. اشتباهی که شما ندانسته انجام میدی و اشتباهی که شما میدونی میخوای انجام بدی و این اشتباهه ولی انجام میدی، اون کار خطاست به نظر من. و من اصلا همچین چیزی رو فکر نکردم که بخوام اشتباه کنم تو پرسپولیس، اصلا همچین چیزی رو فکر نمی‌کردم. و اون یه اتفاقی بود که توی خانواده مگه میشه پیش نیاد؟ ما تو اروپا این بعضی موقع جرابست می‌بینیم سر تنم، مثلا اینا پیش میاد. ولی خب چیزی که هست اینه که من با افتخار بازم با کلی مسائل خوب از پرسپولیس جدا شدم. اینجوری نبود که بدی بین من و هوادارا باشه، چون پرسپولیس مال هواداراست، پرسپولیس نه مال شخصه نه مال کسیه. انقدر اسطوره داره تو پرسپولیس که انقدر اسطوره‌ها هستن که انقدر
سلطان علی آقا پروین انقدر اسطوره هستن که تو پرسپولیس که من اصلا خودم هیچی نمیدونم در مقابل پرسپولیس، نام بزرگ پرسپولیس. من همین که این هوادارا به من محبت دارن، دوستم دارن، این برای من کلی افتخاره، کلی افتخاره و این نصیب هر کسی به نظر من نمیشه و من اینو سعی میکنم همیشه قد بدونم و برای همین سعی نمیکنم هیچ اشتباهی تو زندگیم بکنم. Yes, of course. Why not? Yes, thank you. You're welcome. Producer, thanks for check post for travel. Okay, thanks. Thanks for that. Yeah. You understand Turkish? Yeah. Yeah. Well, I did. The person. Yeah. Oh, come. Okay. 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 Good. Thank you. You're welcome, my friend. I will see you soon. اینجا کلا مردم استان خیلی ورزشیان کلا. برای اینکه به ورزش علاقه دارم و ورزشگاهی داریم که خیلی خوشگله. 10000 نفر هر بازی ما 10000 نفر مردم اینجا که مثلا جمعیت اینجا خوبی زره کمه دیگه. میان استادیوم کلی تشویق میکنن، کلی ساپورت میکنن تیمو و این واقعا چیز قشنگی بود. و کلی مردم اینجا هوا دارن، وقتی قدم میزنیم میان با تو صحبت میکنن، خیلی علاقه دارن و چیز جالبیه. همه کافه های اینجا تلویزیون دارن، تلویزیون رو بزن. بله تلویزیون هر زمان استنده، every time is استنده، all the games. آره میگن تمام بازی های استنده اینجا میبینن و میذارن برای مردم که نگاه کنن. اینم ترکیه. آره این آقای ترکیه بود و مشالله اینجا چطور تو زبان بلدن. زبان فرانسوی با زبان هلندی ذره فرق میکنه و اینکه شمال و جنوب داره، تو بلژیک قسمت نمیدونم کدوم قسمتش که نزدیکتر به فرانسه و بیشتر مردم اونجا تو طرف شارلوغا بیشتر مردمش با آره جنوب و شرقش فرانسوی صحبت میکنن. از شمال و غربش هم که هلندی صحبت میکنن. دو روز پیش سه روز پیش برف خیلی بدی اومد، تازه بچه‌ها میگن ویلکام تو بلژیک، میگن خوش اومدید بلژیک. هر وقت برف که میاد بچه‌ها تیم من میگن ویلکام تو بلژیک. ولی چیزی که هست خیلی سرده اینجا، سوز داره. کلا اروپا هواش یه ذره فاز خودکشی میده دیگه به آدم دیگه. خیلی از اینجا تو زمستون اینجا چیز مرگ و میرش زیاده، اینجا خودکشی زیاد میکنن. ببین هوا رو دیگه دور یخ میزن، تو تمرین که پام یخ میزنه اصلا، بلکه یخ زدیم. چطوری؟ نیمه اول خیلی خوب بازی کردن، تو رخکن همه گفتم درود بر تو خوب بازی کردن. اصلا بگو به تو چرا ربطی داشت بری پوشش اونجا دیگه؟ شد داداش دیگه، برای من خوب نبود. یاسو بخوایی خیلی ناراحت بودم دیگه، اصلا یکی از بدترین روزهای زندگیم بود. شانس بعدم هم زمین خراب بود، اصلا زمین بارون زده بود، خیلی گل بود. ولی من اون لحظه هم بخواستم پاس محکم بدم، ترشیدم که یه ذره محکم بدم گلره یه وقت چیز کنه، یه وقت پاش لیز بخوره بره تو گل، یا آروم دادم که اون برس. در کل کار من اشتباه بود دیگه، یعنی من هیچی قربونت برم. برای بچه های مرغ سفارش دادیم، غذا دارم میارن، یه مرغ بخوریم بعدشم چی؟ من که نیاز به دو ما ریکاوری دارم الان. داداش به قولم ریکاوری کردم قبل بازی، یعنی من آخه دل کسی رو شکوندم، بی معرفتی کردم اینجا، هیچ کاری هم نمی کن. حسن بابا علی رضا یه موقع دل کسی رو میشکنه یه زن ناراحتی یه اتفاق واسه میفته، آقا من میگم آقا من که میبینی دارم صبح تمرین میکنم، ده برابر همه دارم تمرین میکنم، میرم تمرین میام خونه صبح شب تو خونم جام نمیرم. میگم آخه چرا؟ فقط میگفتم دیروز میام خدای آخه چرا دلیلی واسه من بیاره که این اشتباه رو کردم. حالا گفتش که شاید مثل مدیتارومی میگه حکمتی توش بوده. یه آره دیگه همون دقیقا دیدش بعد 5 دقیقه بعد من رو کشید بیرون. نه علی یه ذره تش یه ذره میدونی چی میگم همش
خواستم خودم رو نشون میدم 100%. بعد بازی هم نکردم، 5-6 بازی پشتم. آقا این غذا رسم میشه که با دست میخورن اینجا، دستمانی زده عفونی میکنی دستاتو قبلش، بعدش با دست میخوری این غذا رو. غذای خیلی خوشمزه مرغیه که من این پوستاشو جدا میکنم، فقط گوشتای داخلشو میخورم. غذا بعد نیستم درست کنم، من صبحونه نهارو تو باشگاه میخورم، شام یا میام اینجا. یه رستوران مکزیکی هم هست 100 متر جلوتر از اینجاست، اونجا یه غذای مرغ گرین شده برام میذاره، اونجا یه مرغی میخورم، یه سیب زمینی آبپز میخورم و همین. بعدش بیشتر وقتی میام اینجا یه غذای باشگاه، نهارش اگه خوب نباشه یا گوشت دیگه ای باشه که نتونم بخورم، میام اینجا غذا میخورم و غذای خوبیه در کل، بد نیست. این غذای رژیمی خوبیه، واقعا رعایت میکنم خیلی چیزا رو. باید رعایت کنی چون تمریناش خیلی فشاره، شما باید همیشه آماده باشی. بعد یه فرصتی که بهت میدن اون فرصتو بگیری و والا ما ایرانی ها کارو بگیری دیگه پس ندی. و فعلا که ما کارو گرفتیم، یه اتفاقاتی افتاد، ان شاء الله که کارو بگیریم و ان شاء الله دیگه همیشه خوشیام باشه. خواهش میکنم. مردم اینجا حالا مثل ایرانی راستش بخوای نیستن، خونگرم و اونجوری نیستن، ولی خب چرا مثلا هوادارا چرا خونگرم هم خدایش هواداره ای که هواداره استندن. بعد اینجا باید تو رانندگی و تو خیلی از چیزا باید رعایت کنی، یعنی کوچکترین چیزی رو خلافش انجام بدی مطمئنا برخورد میشه. باید اون پلیس، یعنی برخورد مالی اینجا ماشاءالله آره عالیه. اینجا کلن یعنی مملکتشون با مالیات و با همین جرایم و اینا میچرخه. شما مثلا ماشین رو جای مثلا خلاف پارک کنید به دقیقه نمیکشه میبینید بگه جریمه رو ماشینه. این پلیس ها اینجا از آدم های عادی فکرم بیشتره. من که مثلا حقوقی که میگیرم نصفش مالیات میره، 50% رو مالیات میبره. بعد اینجا مالیات خیلی هست اصلا. شما مالیات رو اگه مثلا دیر یا زود شه، مثلا دهده مثلا یه روز هم اگه دیر بشه دم در خونت هم باید مالیاتو بدی. اینجوری نیست اصلا، شما نمیتونی مالیاتو ندی. میگم کشورشون رو مالیات میچرخه. پیاده رویی که مثلا شما میبینید اینجا، یه دو چرخ سواری بخواد از اون بر بسن بیاد، شما از منتظرش باشید ایشون رد بشه. حالا اگه شد تو مسیر رو میشون نشون میدم چه سبکی. خیلی باید رسپکت احترام قائل شی برای کسایی که تو پیاده رو هستن، دوچرخه سوار، خیلی باید احترام قائل شی. اینا منتظرشون بشه ایشون رد بشن، خیلی باید مواظب باشی. و اصلا سرعت میبینید که سرعت رانندگی ها رو ببینید خیلی آروم میرن، و اینکه عجله هم داشته باشی باید نرمال رانندگی کنی، نمیتونی یعنی خلافش رانندگی کنی. آقایی که مثلا دستش رو باید اینجا وایسم ایشون باید رد شه، من نمیتونم مثلا برم، یعنی شما رد بشه. بعد اصلا اول نفعی بود تشکر کرد، اصلا تشکرم نمی کنم، میگم وظیفته، یه همچین سبکه. برای ایران که وای میسی یا دو لاخم میشه، دوست داره بیاد یه پولی هم تو جیبت بذاره به دمت کم پایستادی با معرفت، اینجا نه، از این خبرها نی. من یه ذره خرید دارم، یه مغازه اینجا مغازه ایرانیه، ولی خب اینجا خیلی بیسکویت های خوشمزه وحشتناک داره، شیرینی و شکلات هایش. شما توی سوپرمارکت بری وسوسه میشی که یه چیزی رو امتحان کنی بخوری، واقعا شکلات هاشون خوشمزه است به گفته خیلی ها. برای همین مثلا نمیبینم مثلا خریدش هم نمی کنم که تو خونم باشه موقع وسوسه بشم، که قدرت این نداشته باشم که نتونم بخورم. یه موقعی دیدی عصبی میگه بذار بخورم ولش کن دیگه، میخواد چاخشم دیگه. سلام چطوری؟ خوبی؟ میگه میگفتی زد خوشتیپ میکردی. خوشتیپی دیگه، از این خوشتیپتر؟ ما همیشه ما همون خرید میخواییم بکنیم، بیاییم زحمتش رو آقا میدیم. آقا همیشه ما قول میده گردو باید نگه میدارم. گردو نگه داشتی بر من؟ آره گردو رو آورده، این گردوشه.
خیلی خوبه. خریدان بیشتر میوه‌جاته. خورما و گردو. مغازه خودمه دیگه اینجا. خیلی خیلی ایرانی داری اینجا. ما مشتری ایرانی زیاد داریم. بعد همه چیز هم داریم واسه ایرانی. شهر چند نفر استان؟ 5000 نفر تقریبا. چند تا مشتری ایرانی داره مثلا؟ 10 تا میشن؟ بیشتر میشن. 500 تا اینا میرن. مشتری ایرانی زیاد داریم. واقعا؟ 500 تا ایرانی اینجا؟ نه، آره بیشتر هم. 100 تا. آره 100 تا میان. 100 تا. سوهان هم بریم. آره دیگه. این سوانه سوانه قومه. آره وای 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 من عاشق سوانم، نمیشه خورد دیگه، اصلا وحشتناکش کردش. سختیاش اینا دیگه، چیزایی که دوست داری رو بگذری دیگه، یعنی شما میتونم اینو یه درست کامل بگیری بخوری، ولی خب ضرر داره دیگه، ذره چیزایی که دوست داری نمیتونی بخوری. هر چیزی که خوشمزه باشه راحت باشه مطمئنن ضرر داره برای انسان و باید بگذری از خیلی چیزا. مرسی. من 12 سال من شغلم ترشکاریه. فوتبال اینا چطوری؟ جان بله من آرامینو مرسی عزیزم همیشه دنبال میکنیم، تو کاویو سنه بازی میکنه، من خودم داشت کوچکم هم تو کاویو سنه بازی میکنه 9 سالش عزیزم. بله من پرسپولیسی اصیل. بله قربان شما خدری. خدافز لامبورگینیه، همه چی از اون لامبورگینیه شروع شد. آقا این لامبورگینیه برای یکی از دوستان بوده، اجبار میکرد، اصرار میکرد آقا رامین بیای ماشین از ما بردار چند روز دستمون رو. من میگفتم نه فلان. آقا خلاصه چند روزی گرفتیم دستمون، 2 هفته دستم بود کلن، خیلی من لطفشون دوست عزیزمون، و دستمون بود. بعد کلی برای ما حاشیه درست شد، کلی حرف در آوردن. و اینکه حالا خودم هم مثلا تو پرسپولیس بودم، یه پورش خریده بودم، پورش پانامرا خریده بودم، منم در جریانه من بعد 2 ماه فروختم اون پورشا، خاطر اینکه نگاه زیاد خوب نبود، دوست نداشتم اذیت کنم کسی رو، حالت دوستاشم میدونی چی منظورم میرسونم یا نه نمیدونم، دوست نداشتم کسی مثلا با دیدن ماشین خوب زیر پای من بخواد با حسرت نگاه کنه، یه ذره خیلی برام عذاب آور بود. لامبورگینی داستانش اینجا هم همین بود، وقتی بیرون میرفتم کلی مردم عکس میگرفتم و با ماشین میونو عکس میگرفتن، حالا ما هم که اینجا میشناختن. سر تمرین هم میسم، من خونم طبقه ششمه، آپارتمان میشینم، طبق میارم رو تراس که میدیدم، میدم مردم دور ماشین جمعن عکس میگیرن، سلفی میگیرن با ماشین، که زیاد خوب ندیدم این قضیه. بعد 2 هفته ماشین بردم با اون شخص دارم، گفتم این دیگه بار اول آخر اون بود. بالا یه سریال 20 و چندمین بار خوردیم دیگه از این کارا نمی‌کنیم. و اینکه همچین چیزی بود، همچین سبک فانی داشت بیشتر، واقعا جدیت داشته باشه. و اینکه خب همچین چیزی بود داستانش دیگه. اصلا مجازی خیلی می‌بینید الان؟ خیلی آخه استفاده اصلا تو ایران به نظر من خوب نمی‌کنیم استفاده از دنیای مجازی. دنیای کامنت می‌ذاریم زیر پست یا آدمیه که مثلا معروفه، مشهوره تو کشور خودش، میذاریم میگم چرا قرعه کشی اینجوری کردی، میذاریم که چرا همچین کاری رو کردی، اصلا قشنگ نیست. طرف میاد نگاه میکنه به کامنت ها، میاد کل توهین به مملکت ایران میکنه، کاری به اون 2000 نفر 3000 نفر 10000 نفری که میان کامنت بد میذارن نداره، اونا شامل کل ایران میشن. ارتباطات امیدوارم که کمک کنه به کمک مردم به پیشرفت جامعهمون، همه چی ان شاء الله روز به روز بهتر بشه و ما پیشرفتش رو بیشتر ببینیم. الان جز اینکه باید تلاشمون رو بیشتر کنیم، تمرینامون رو بیشتر کنیم، اردوهای بهتری بذاریم، باز دوستانهای بهتری بکنیم، قوی تری بکنیم که به اون درجه برسیم. من میگم فرقی نداریم، هنوز که هنوزم میگم، ما فقط تنها فرقمون از نظر حرفه‌ای بودن اوناست با میدونی چی میگم، با خیلی از چیزایی که ما ندیدیم اونا دیدن، فرقمون اینه. فرق فوتبالیمون به خاطر فوتبالی اونا، شاید فرق ما فرق از نظر تاکتیک و تکنیکی و اینا نیه، فرقشون فرق خیلی فرقای دیگه است که شما میتونید حرفه‌ای بودنشو بیشتر در نظر بگیری، که خیلی فرق بزرگیه به نظر من. اما بازیکن‌های ایران این افتخار نصیبشون مربی بزرگی مثل آقای کارلوس کیروش کار میکنن که واقعا
این مربی خیلی بزرگه، چه رامیرزیانی باشه چه نباشه، من همیشه گفتم و همیشه هم میگم این مربی خیلی کمک کرده به فوتبال ایران، از نظر شخصیتی، نظر شخصیتی که به تیم ملی داده و تیمای بزرگی مثل پرتغال و اسپانیا و موناکو و مراکش تیمای قوی هستند و من مطمئنم با نتایج خیلی خوبی ما میگیریم تو جام جهانی و من ایمان دارم به این تیم ملی، به این کادر فنی خوب، به مردم خوب ایران که من مطمئنم تو روسیه تمام استادیومایی که بازی داریم پر از ایرانی میشه و اینا همه کاف، اینا همه برای من، برای تیم ملی ایران خیلی خوبه که بتونیم یه بازی خوب کنیم که بتونیم دل این ملت ایرانو که اینقدر فوتبالی هستن، اینقدر دوست دارن فوتبالو شاد کنیم و طرفدار ایران لایق بهترین هم به نظر من، من مطمئنم از این کار برمیام، چرا که بر نیاییم و من مطمئنم که نتایج خوبی و آبرومندی برای ایران میگیریم. مرسی از اینکه اومدید پیش من و اینکه من سر زدید این قربتی که اینجا داره، یه روز خلاصه قربت در اومدیم با شما بودیم، افتخار نصیب ما هم شد. امیدوارم که همیشه دست به دست هم بدیم، ایرانی های بیشتری تو اروپا داشته باشیم، به نظر فوتبال از دست پیشرفت کردن، امیدوارم جوانای ایرانی هم بدونن که به هر چیزی رو سختی میشه به دست آورد، باید سختی رو یادت بکشن و اینکه آرزو موفقیت میکنم برای تمام هموطنان خودم تو ایران، همیشه سلامت و موفق همچنین شما. خیلی مخلصیم، مرسی که اومدید، خدا حافظ. Op een mogelijkheid voor Huppers. En dan nog Rezaian, die komt. Nog niet gedaan. Tweede paal misschien. Daar is Milic. En het is Milic die wegkomt. Huppers weg. Stifter over van Hamel, maar goed teruggekeerd van Rezaian. Uitstekend.